نباته، آب نبات سیبه. 5 روز اولش اتفاقی واسش نیفتاده، از روز دهم داره اینجوری میره پایین. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون حسابی خوب باشه. راشه کمانگیر هستم، خوش اومدین به یه ویدیو جدید دیگه از کانال یوتیوب خودتون. سعی می‌کنیم ریاکشن‌ها رو ادامه بدیم. با اینکه الان تو سفر هستم، من الان تو LA لس آنجلس هستم و یه سری ویدیو جذاب واسهتون آماده کردم. گوشی داشتم نگاه می‌کردم، اینجا ببینین اش نوشته شده واسه اون ولاگ لس آنجلس هستش که با نازایی رفتیم و شخص عزیزی که گالری عشق خودش اینجا واسه ما عشق رو اینجا نوشت. اوه نگاه کن، یه عشق اومد اینجا. امروز ویدیو دارم کاملا با عشق متفاوته، ولی حتما هممون تو زندگی با انواع اقسام کپک‌ها مواجه شدیم. حالا یکی از کانال‌ها اومده خیلی شیک و مجلسی همه اینا رو وقت گذاشته، فیلمبرداری کرده ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها تا ما ببینیم چه اتفاقی سر مواد غذایی میفته وقتی که بیرون و در مجاورت هوا قرار می‌گیره. بریم با هم نگاه کنیم. بریم سراغ ویدیو اول، با هندونه شروع می‌کنیم. یه هندونه خوش رنگ رو داریم اینجا. ببینید بچه همون بالا روز رو میزنه، روز سوم چهارم همجوری میره جلو، خیلی سرعتیه دیگه. ببینید بعد از یه هفته چه اتفاقی به هندونه میفته و روز دهم تقریبا کپک‌ها شروع میشه. اوه چه شکلی شد. بعد از دو هفته، سه هفته کلن جمع شد، هیچی ازش نمون. وای چه لجنی شد. هیچ کونو از ما از کپک خوشش نمیاد دیگه، ولی واسه من خیلی جذاب اینم که به مرور زمان چه اتفاقی واسه اینا میفته. ما میریم میایم یهو میبینیم کپک سره دیگه، ولی اینجا قشنگ میبینیم که چه اتفاقی میفته. بریم سراغ بعدی. اوه رون مرغ گذاشت، از روز صفر شروع شد. این چیزایی که خیلی زودتر هم فاسد میشه. روز دوم عرق کرد. سر کله پشه از کجا پیدا شد؟ اینقدر سعی تخم گذاری کردم. واو الان شروع میشه کرما، شروع میکنم به خوردن همه اینا. ببینی هنو یه هفته نشده، روز پنجمه. یه تیکه سیاه شد، هنوز هم دارم میخورنش. کرمای پر اشتها. کثافتی شد. بچه اونایی که فوبیای کرم دارن و خیلی از دیدن کرم برشون میاد، شاید این ویدیو رو نبینن بهتر باشه، ولی خب خیلی جذابه کارم اینه چه اتفاقی سر محصولات میفته دیگه. بریم سراغ بعدی. این آب نباته، آب نبات سیبه، به این شکله تو آب گذاشتش. خب این تا 5 روز اولش اتفاقی واسهش نیفتاد، روز دهم داره همینجوری میره پایین. سر کله مگس هم پیدا شد. من نمیدونم اینا کجا پیدا میشن، تو استودیو داره فیلم برداری میکنه ولی اینا کجا میان. بریم سراغ سوسیس. کوکتل هم ازش به به. این هم از اون مواد غذایی هستش که خیلی بد فاسد میشه احساس میکنم. روز سومو داریم، ببینید داره رنگش عوض میشه. با سر کله مگس ها پیدا شد. یه هفته بعد کرما دیدی یه و چی شدن، شروع کردن به فعالیت. چه بوی بدی بعد بده اینا، چه کرمی دارم ازش. شاید بعضی ها بگن که این کرما از کجا پیداشون میشه، شما میتونید این تو کامنت ها بگید تا من آخر ویدیو جوابش رو بهتون بدم. تخم مرغ، تخم مرغ نپخته، فقط شکوندش. خب ببینیم چی میشه. پنج روز خیلیه. سر کله موجودات موزی پیدا شد. ببین همشون الان تو دارن کلی فعالیت میکنن. بایستیم چند دقیقه بگذره. روز بیستم توش نشون بده ببینیم چه خبره. سیاه شد توش کلن. تونه ماهی، یه ماهیه که تو سس گوجه فرنگیه. بریم ببینیم چی میشه. اینم خیلی بد فاسد بشه. هفته اول. اوه چه کپک شیکی داد. تبدیل به کربن شد. چیه اینا؟ سه هفته گذشت ازش، نگاه کنید یه تیکه لاستیک شد.
ولی اینا چه حوصله‌ای داشتن اومدن اینا رو فیلم گرفتن، بوی کپک و همه اینا رو تجربه کردن، فیلم گرفتن که اینا رو بذار اینجا منو تو ببینیم. جالبه نه؟ نخه چوب شور. تا حالا به این فکر نکرده بودم که چی میشه، ولی خب همینجوری که اتفاق نیفته بعد یه ذره آب توش خاطی بشه، این آب است که خراب میکنه راستون رو باد کرده. هفت روز گذشت، چه اتفاقی داره میفته اون پایین؟ من ویدیو دارم با شما نگاه میکنم و نگاه کنید، حتیش کلی اول کرم زد بعد کلی مگس در اومد. از آبش هم تغذیه میکنن، دوباره آب ریخ روش. یه ذره جون میگیرن، تشنه شدن کرما. 40 روز. چقدر چوب شور دوست دارن اینا، کل آبش رو تموم کردن. نگاه کن چه کثافتی شد. الان میتونم قیافه همه تون رو حد بزنم که اینجوری جمع و جور شده، میگی اه کثافت. ولی دیدنش جالبه دیگه، آدم ببینه که چه اتفاقی سر اینا میفته. از سر کنجکاوی هم که شده جالبه به نظرم. هرچند بعضی از کپک ها، نه اینا اینجوری ها، ولی بعضی از کپک ها خیلی خوشگلن. حالا بعضی میگن خاک تو سرت، ولی واقعا همینه. بعضیشون که سفید هست شکل نسی خیلی خوشگل. من یکی دور واسم پیش اومد در یه چیزی باز کردم، اوه، اول تعجب کردم که کپک زده، ولی بعد دیدم چقدر قشنگه. از دید هنری بهش نگاه کردم. ببین سراغ گوش چرخ کرده. این ذره تو کار پوش مصنوعی چقدر قشنگش کرد. ببین بچه کرما رو به صورت سه‌بعدی در آورد، واقعا همین شکلی هم که دارن میخورن. و دایناسوری هم باز خوششون، چقدر جالب. این عجب. بریم سراغ بعدی، چند چیز خیلی باحال واسهتون پیدا کردم. با نارنگی ادامه میدیم، پوست میکنتش دیگه، اصلا احتیاج نداره بهش آب اضافه کنه دیگه. اونم بله، 5 روز اول ترکید. چی شد؟ همون چی که گفتم، ما مجرده مخصوصا احتمالاً انواع اقسام کپک‌ها رو خیلی بیشتر از اونایی که زندگی متأهلی دارن تجربه کردیم. خود منم کم تجربه نکردم، خیلی وقتا یادم رفته چیزی بیرون گذاشتم، بعدش رفتم بیرون فیلم برداری جایی بوده، بعد برگشتم یا 2 روز بعد برگشتم یادم افتاده اوه چه چیزی گذاشتم. مخصوصا نون. اینا گیاهای گوشخارن، بهشون فلفل قرمز داد، فلفل تون داد. چرا؟ فکر نمی‌کردم اینجوری بشه با فلفل. خب ژامبون به نظرم خیلی جذاب دیدنش، که نمی چه اتفاقی میافته. یعنی تو 5 روز اول کلا ترکید. چیز سالمی نیست دیگه همینجوری شد. چند تا چیز جذاب من اینجا دیده بودم، نگاه کنید نو. سمت چپ کوکاکولای نرمال، سمت راست کوکاکولای زیرو. بریم نگاه کنیم ببینیم چه خبره، چه اتفاقی میافته. فکر کنم مگس هم همینجوری راد تو دیگه، که ببینه چیکار می‌کنه مگس. شروع کردم به خوردن نوشابه. خواهد چی کار کنه اینا رو؟ یه ماه گذشت این زیروه، اینم تقریبا برای یه ماه اینجوری شد. باید ببینیم چه فرقی داره اینا با هم دیگه. جفتشون لجن کثافت هم. چند روز پیش اینجا چیز خوندم نمیشدن که یواش یواش دارن اعلام میکنن که نوشابه‌های دایت، همون رژیمیا، سرطانزا هستن. حالا خود نوشابه معمولی هم ضرر داره 100%، ولی این نوشابه‌ای که قند مصنوعی بهش اضافه میکنن که به اصطلاح میشه کالری صفر، به نظرم همیشه من این فکر رو داشتم که وقتی چیزی دستکاری بیشترش میکنی و خیلی خطرش بیشتر میشه. هر چند صنعت غذایی مثل کوکاکولا و اینا انقدر قوی هستن که شاید بخوام با اینا مبارزه کنم و نذارن این چیزا پخش بشه، ولی به نظر من اگه نوشابه می‌خوایم بخوریم همون نرمالشو بخوریم بهتره. خب بریم یه گوشت، فکر کنم گوشت بوغلمونه. می‌بینی شیر تخم گذاری می‌کنم مگسا، همونا تبدیل به کرم میشن. این جواب سوالیه که موقع پرسیدم. اینجا می‌تونیم ببینیم قشنگ با جزئیات دیتیلز چه فعالیتی می‌کنن. اوه چقدرم زیاد شدن. حالا بچه با چین و ماهی، از ماهی فکر کنم بدتر نداریم توی خراب شدن. 3 سوت خراب میشه، اصلا به ساعت نمیکشه. روز اول دوم تخمک گذاری و کرم گذاری شروع شد.
روز چهارم فقط نیا کنیم. چقدر ماهی دوست داشتن اینا، هیچی نه فقط استخونه و تیغاش مون. تا اینجا من فهمیدم که کرما ماهی بیشتر دوست دارن تا مرغ و بوغلمون. سوشی، به به، غذای محبوب من. بزنیم سوشی چی میشه، اونم ماهی داره دیگه. او ببین کپک خوشگله که میگفتم اینا، خیلی به نظرم شکل قشنگی پیدا میکنم معمولا. نیا کنید، این وقت سیاه میشن دیگه زشت میشن. بعد 30 روز نیا کنید چی شد. خب بریم سراغ همبرگره مکدونالدز ببینیم اون چه اتفاقی واسش میفته. اینا که همینجوریش فاسد هستن به نظرم، انقدر بد کیفیت هستن و نخوشمزه. روز نهم، روز بیستم، همینجوری داره آب میره. لاستیک شد، همینجوریش خوش لاستیک هست. اما اول میخوریم. به نظر من یکی از بدترین فسفوده دنیا های مکدونالدزه که همبرگراش مخصوصا اصلا کیفیت خوبی نداره. تا اونجایی که میتونید واقعا نخورین، مکدونالدز رو به درد نمیخوره. حالا بریم دقیقتر از سراغ اون جواب سوالی که اول ویدیو ازت پرسیدم که این کرما از کجا میان، چون خیلی تو کامنت های اینجا هم نوشته بودن که از کجا پیداش میشه این کرما و مگس ها. حتی اینجا ببینیم تو ویدیو رسما توضیح میده، خودم ندیدم. میگه من وقتی که درو باز میذارم مگس ها میان تو. معلومه میان تو. یا کنه اینجا خیلی آهسته نشون میده که شروع میکنن به تخم گذاری. میبینی؟ و این کنه چیجور تخمشون شبیه برنج هم هستش. و همونها یواش یواش دیگه شروع میکنن تغذیه کردن و بزرگتر میشن و روش بدون میکنن و تکثیر بدون میکنن. این حرفا و اینجوری میشه که با یه جمعیت از کرم مواجه میشیم. حالا ببینیم که یه آب پرتقال چی میشه. حتی آب پرتقالش فکر نمی کنم طبیعی بود و از این اسانسیا بود، ولی خب بعد از پنج روز شیش روز میبینی که چه بلایی سرش اومد. همینجوری آب میره، خبری از مگس و کرم هم نیستش. تبدیل به خمیر شد، میشه باش نقاشی کشید. موز هم نیا کنیم چه اتفاقی میفته وقتی تو آب باشه. البته همینجوری خواهی سود خراب میشه و تو آب هم گذاشته دیگه بدتر. بله، چه شکل عجیب غریبی پیدا کرد. بچه ها نظرتون چه بود؟ رسیدیم به آخر ویدیو. شاید خیلی خوششون نیومده باشه، منم خب دلچسب نیستم نگاه کردن ویدیو همیشه، ولی خب دوستشون حداقل یه بار ببینم که این مواد غذایی وقتی بیرون قرار میگیره چی میشه که خراب میشه. اون روندش رو دوستشون ببینم که الان اینجا با هم دیگه نگاه کردیم. مرسی که الان ویدیو رو تماشا کردین. یادتونه که ویدیو رو لایک کنین و اینکه زنگوله رو بزنین. خیلی تو کامنت ها میگن آرش چرا کم کار شده، به در صورتی که من یه روز زمین هم تو این کانال هم تو کانال دومی که راه اندازی کردم مخصوص مسافرت خیلی هم پرکارتر شده. از حتما دو تا کانال دریابید، کانال دوم رو ساب کنین تا ویدیو بعدی. What up, fans?